به گفته خبرگزاری رویترز تصاویری که روز چهارشنبه بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده بمباران شهر داریا را در حومه دمشق توسط بالگردهای نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه نشان میدهد یکی از افراد حاضر در محل حادثه از کشته شدن کل اعضای یک خانواده در جریان بمباران مناطق مسکونی خبر داد در همین حال وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه تصاویری را منتشر کرد که به گفته مقامات این کشور حملات هوایی روسیه را بر ضد مواضع شورشیان در شهرهای حلب و همان نشان میدهد آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات صلح سوریه در مورد نقش روسیه گفت روسیه نمیتواند شاهد فرو رفتن خود در باطلاق سوریه باشد عملیات آنها در سوریه در حمایت از رژیم چندان خوب پیش نمی رود آنها به رغم حملات نیروهای هوایی روسیه پیشرفت بسیار کمی داشتند در نتیجه روسیه اینک از انگیزه و نفوذ بیشتری برای سوق دادن اسد و رژیم او به سمت گزار سیاسی برخوردار است معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین با لحنی محتاطانه از شرکت ایران در مذاکرات صلح سوریه استقبال کرد وی گفت تصور یافتن راه حلی برای بحران سوریه بدون حضور ایران دشوار است